چرا مردم از مگان بیزارن؟ تعداد کمی از افراد تو خانواده سلطنتی هستن مثل مگان که نظرات خودشون رو صریح و مستقیم بیان میکنن و این موضوع سبب شده که مدافعان و مخالفان پرشور خودش رو به عنوان عروس پرحاشیه سلطنتی پیدا کنه. با این وجود هر دو گروه موافقن که اون تو بسیاری از زمینه‌ها منفوره. سلام، به مدلادن خوش اومدید. فراموش نکنید وارد کانال ما بشید، سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. بازیگر مطرح سریال سوتس در سال 2016 شروع به ملاقات با پرنس هری کرد. در سال 2017 طی یک مصاحبه نامزدی خودشون رو اعلام کردن و مسیر دشوار اونها با خانواده سلطنتی شروع شد. سرانجام در سال 2018 ازدواج کردند و با گذشت 4 سال این زوج یک روز صلح نیز با رسانه‌ها نداشتند. منتقدان دوشس را به عنوان فردی که دوست داره نقش قربانی رو بازی کنه توصیف میکنن. همچنین اونو به قلدری برای کارکنا و ریاکاری تو مسائل اجتماعی و زیست محیطی متهم میکنن. این در حالیه که مدافعان مگان این حملات رو ناشی از تعصبات جنسیتی و نژاد پرستی دونستن که توسط رسانه ها تحریک میشه. با این حال نمیشه انتقادها رو زمانی که مگان در بسیاری از مصاحبه ها اعلام کرده با اون نادرانه رفتار شده غیر منطقی در نظر گرفت. چرا که اون در ازدواج با پرنس هری به ثروت و شهرت بسیاری رسید. این واقعیت با تلاش‌های اغراق‌آمیز مگان برای اعلام اینکه خود ساخته است و با تلاش خودش به اون موقعیت رسیده مغایرت داره. مدافعان دوشش ساکسس در پاسخ به انتقادها رفتار رسانه‌ها رو با مگان و کیت مقایسه می‌کنند و معتقدند در حالی که رسانه‌ها همیشه به کیت احترام می‌ذارن، بدون توجیه هم به مگان حمله می‌کنند. اونها به صحبت پرنس هری در مصاحبه با اپرا در سال 2021 استناد میکنن. تو این مصاحبه این زوج در مورد دلایل خروج خودشون از انگلستان و عقب نشینی در وظیفه سلطنتی توضیح دادن. همچنین دوک ساکسس از نژاد پرستی اعضای خانواده سلطنتی در زمان بارداری مگان پرده برداشت. اون اعلام کرد در مکالمه‌ای که با کاخ داشته، اونها در مورد میزان تیرگی رنگ پوست آرچی فرزند مگان و هری اعلام نگرانی کردند. اون چه مسلمه خانواده سلطنتی بریتانیا دارای سلسله مراتب اجتماعی تشریفاتی زیادیه و مگان به عنوان یک زن رنگین پوست آمریکایی با سابقه طلاق شرایط دشواری تو انگلستان گذرونده. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. فراموش نکنید وارد کانال ما بشید و نظرات خودتون رو حتما با ما در میون بذارید.